با سلام و درود حضور همه بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آرزو امیدوار هستم روزهای ماه مبارک رمضان در کنارش روزهای قرنطین به خوبی سپری شود دوستان و عزیزای بیننده پیامبر نازنین اسلام میفرمایند فرمایند بر روزدار دو خوشی هست یکی در دنیا و یکی هم در آخرت اوی که در دنیا هست ما همه دیدیم که وقت افتاری که میشه روزدارا مشتاقانه منتظر هستن که چه وقت افتاری میکنن زمانی که افتار میکنن به احساس خوشی میکنن و همچنان یک خوشی دیگه شان در روز قیامت هست ما بنده های خداوند تمام عبادات را که انجام میتیم یک عمر اینجا زندگی کردیم و عبادت کردیم به خاطر خدای خود همه آرزو داریم که در روز قیامت اون خدای خود را ببینیم در روز قیامت نعمات زیادی است که خداوند برای ما ارزانی میکنه که جنتش است که شامل همه چیز هست اما جنتی ها و کسایی که بنده های خداوند در دنیا روزه گرفته بودند مشتاقانه انتظار میکشند که خدای خود را ببینند یگانه آرزویشان در روز قیامت دیدن خداوند هست خداوند به کیها خدا نشان میده به اون بنده های خود که در دنیا روزه گرفته بودن این شکل برای کسایی که روزه نمی گرند دو خفگی هست دو غم هست یکی در جریان افتار هست کسایی که روزه می خورند جریانی که افتار شروع میشه روزه خورا خیلی مایوس میشن زمانی که دیگرها روزه دارا خوشی میکنن خنده بر لبایشان است افتاری رو می میکنن اما اونایی که روزه نبودن خیلی مایوس میشن، جگرخور میشن. و در روز قیامت همچنان خداوند به کسای خدا نشان میته که در جنت هست و خدا نشان میته برشان. اما برای کسایی که روزه خور بودن خود جایشان معلوم است در کجا هست که اصلا خداوند واره نمیبینه و نخ... نمیخوایم ببینم. پس وقت شما را نمیگیرم دوستا و عزیزای بیننده میریم درس را آغاز میکنیم که دیروز مخارج را خوانده بودیم امروز ان یک مثال کار میکنیم یک مثال کار میکنیم بعدش هم میریم با سلایدی که ما داریم دوستای عزیز 29 حرف را مخارج را خواندیم ما امروز سوره فاتحه را برای شما میخوانم سوره فاتحه را که خواندم بعضی مخارج برای شما اینجا وضاحت میتون که چی ها بود اگر شما فعلا که یک مخارج را شما خواندید یک بار یک سوره از قرآن شریف را بخوانید و ثبت بکنید ان بعد از اینکه ما روی احکامات میریم اونا را هم که خواندیم در ختم یک ماه مبارک رمضان یک بار دیگه هم خود را امتحان بکنید ببینید که چقدر تغییر برای شما آمده چقدر برای تلاوت قرآن تغییر آمده برای شما ما یک بار سوره فاتحه را اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين دوستای عزیز اینجا دقت بکنید وقتی میگیم اعوذ و الف یک مخرج داره امزه عین دیگه مخرج داره زال دیگه مخرج داره من با دوستای خود بر شما نشان میتون وقتی میگیم که اینجا دقت بکنید ا, ا ا اینجا هست صدا ا ا او او این جمعیه مخرج فرق کرده میره اینجا فکر, فکر بالای اعضای تکلم ما بوده باشه این دستای ما دقت بکنید ا او ذو ا او ذو این میج اکثری از دوستای ما اشتباه میکنن اوزو اوزو کلا غلط است اصلا مخرج معلوم نیست از کجا خارج میشه ا از شروع حلق ما بود که انتهای حلق گفته میشد که همزه تلفظ میشد و وسط حلق و نوک زبان ما با دندان های سنایا برخورد میکرد ا او بالله بی, بی بی هم اینجا بود نوک لبای ما بود لبای ما با هم برخورد میکرد که بی تلفظ میشد که بی اعوذ بالله اعوذ بالله مینش مینش شین شین هم ما خواندیم که وسط زبان ما با کام ما برخورد میکرد یا فشار وارد میشد به زبان ما که شین تلفظ من تا تا هم از جمله حروف استیلا هست که پر خوانده میشه او را مخرج با شما خوانده بودم تا پر خوانده میشه ولی ت باریک خوانده میشه هیچ وقت ما در اعوذ بالله خود نگیم که شیطان رجیم شی تا شی تا نیر رجیم ریر ما حرکات خوانده بودیم که دو حالت داشت یکی زبر داشته باشه پور و اگر زیر داشته باشه باریک خوانده میشه اینجا ببینید رجیم 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 نخانه هیچ وقت رجیم 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همیشه وقتی که قرآن میخوانه دوستای عزیز اعوذ بالله را حتما بگید اعوذ بالله به خاطر این تعوذ میگن به خاطر پناه جستن از شیطان هست شیطان را از خود دور بکنیم تا باشه که ما قرآن را با فکر آرام با روح آرام بخوانیم. بعد داریم بسم الله بسم الله اینجا ب باز هم آمده از خشکی خشکیل برتان گفته بودم مخرج ب را ب ب بیس. بس همیشه ب باریک خوانده میشه بس سین عین شکل سینا ما خوانده بودیم که نوک زبان ما های دندان‌های های سفلا که در پایین هست برخورد میکرد 20 میل 20 میل 20 باز احکام لام الله را میخوانیم که در کجاها باز الله پر خوانده میشه در کجا باریک خوانده میشه اما در اینجا بسم الله لام باریک هست بسم الله الرحمن الرحیم اینجا هم ر چی است زبر هست ولی حروف که بسیار مهم است اینجا اکثریت دوستا اشتباه میکنن ح است ح حيه حلقی است رحمان رحیم رحمان رحیم نیست رح اینی قسمت حلق ماست رح رح رحیم 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 بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين ال همزه هست ما در شروع برنامه گفته بودیم فرق بین الف و همزه چی است الف همیشه به حرکت هست و خودش زمه و فتحه و کسره نداره ولی همزه ما همیشه هم زمه بوده میتونه ساکن هم بوده میتونه پیش هم داشته میتونه به هر شکلی بوده میتونه اما در الف چنین نیست اینجا در شروع سوره فاتحه با همزه آغاز شده هرچند اگه الف است اما بالای الف هم همزه هست هم ال آغازش از آغاز حلق است که انتهای حلق هم گفته میشه گفته بودم هم ال هم دو بازم من یک مثال میتونم با دستای خود برتان نشان میشم ال اینجا هست ال قسمت است باز میگم هم اینجا میایم حلق سنگ تغییر میکنم ال هم ال هم دو پس اینجا ال هم دو این ما خلط نکنیم سه مخرج کلا متفاوت است باز مثال می که فکر کنیم که فکر بالای اعضای تکلم ما هست ال هم دو ال هم دو باز میم هم اینجا در بین هست دقت بکنی ولی ما مخرج ها را اینجا نشان دادم براتون ال ح ح کی که میگیم باز اینجا میایه دو لله الحمدو لله رب العالمین رب ال... ری زبر هست بازم دقت بکنید دوستا ری را هیچ وقت وقتی که زبر داشته باشه باریک نخوانید ری اگر زبر داشته باشه یا فتحه میگیم ما باریک نخوانید رب ال نخوانید به اینجا در قسمت رب همیشه ما به شاگردای خودم تاکید میکنیم یک توضیحات دادیم همیشه رب به دو قسم است در قسمت معنای امین رب میخوایم به شما توضیحات بدم یکی ما رب حقیقی داریم یکی رب مجازی داریم رب حقیقی که اون خدایی که 18 هزار عالم را رهبری میکنه تربیت کرده و میکنه و یکی رب مجازی داریم رب مجازی پدران و مادرای ما هستند نهایت احترام پدران و مادران خدا داشته باشیم اینها هم تربیت کننده هست رب معنایش تربیت کننده میگم ولی اینجا رب مجازی ما هم داریم در دنیای خود پس از شاگردای عزیز خود از دانش آموزان عزیز خود از همه از کسایی که پدرها و مادرشان هستند احترامشان داشته باشن و چون پروردگار است کسی که پدر و مادر خود را راضی میکنه اون خدای خدا، اون پروردگار حقیقی خدا راضی میکنه و کسایی که خدای نخواسته پدر و مادرشان ازشون ناراضی بوده باشه خدا هم ازش ناراز هست میم سر مخرج رب رب بازم میگم که ریزبر هست را و به هم مخرجش از لب بود رب بل, بل. عالمین بازم عین است وسط حلق رب بیل عالمین عالمین دقت بکنید که اینجا عالمین نگید عالمین نیست عالمین مخرج از حلق است وسط حلق است حلق ما سه قسمت داشت اول وسط آخر یا انتها ای عین که از وسط حلق است بود عین و ها بود رب العالمین رب العالمین شما هم تکرار بکنید تا ذهن نشین شود و یاد بکنید عالمین الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم ار 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 رح اینجا ری ما که است تشرید داره و دو ری هست در واقع یک ری ساکن هست و یک ری زبر داره باز در توضیحات تشرید بر شما خواد گفتم ار که میگیم ما در تشرید ری گفته بودیم زمانی که ری خودش ساکن بوده باشه ما قبلش هم میبینیم اینجا ما قبل ری زبر هست ار نمیگیم ار ار به خاطر که ما قبل ری زبر هست چون یک ری هست بالای ری ما یک تشدید ماندیم او را یک تا ساخته شده ار 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 ار, ار این ما قبل ری ساکن ما زبر هست از خاطر ری را پر می و خود ری که زبر داره خوبی از پر هست ار رح ار رح مانیر، مانیر ما مانر، ما همیشه میم باریک خانده میشه ار رحمان را نخانید الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم رحيم 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 نيست رحيم نيست رحيم, رحيم رحيم هي حلقي هاس از وسط حلق هاس. رحيم مالك يوم الدين ما ميم الف مالك يوم الدين إياك نعبد ایاک بودو باز هم کاف تلفظ برشان گفته بودم که آخر یا بیخی زبان ما و کام به آخر زبان برخورد میکرد نه به حد قاف کمتر از قاف بود کاف تلفظ میشد ایاک ک ک دقت بکنید که در کجا برخورد میکنه که شما میتونید که را حس بکنید که ایه نعبد و ایه که نستعین نستعین نس نمیگیم سات نیست اینجا سین هست نس سین هست باری خوانده میشه عین نستعین. نستعین نستعین یک بار اینجا نشان میگیم نس که میگیم این زبان رو دقت بکنید در پایین یعنی فکر کنید که دندان پایین ما هست نس 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 تا باز اینجا زبان می قسمت برخورد میکنه تا نس تا نس تا عین باز اینجا می آید چون مخرج ها در داخل همین مکمل اعضای تکلم دور می زنه نس تا عین سه مخرج در سه قسمت هست نس تا عین ایا نعبد و ایاک نعبد و یا چون به خاطر که یا ما دو یا هست تشدید داره باید دقت بکنید که یارا دو بار تلفظ بکنیم ایا کنع بودو ایا بودو و ایا که نستعین استعین ما که باید بیشتر کار میکردم چون وقت کم هست تا آخری را ختم میکنم انشاءالله بعد از, از که احکام نون و ساکین و میمی ساکن را خواندیم در اونجا بیشتر موضوعات بر شما کار میکنم ایه کن عبده و ایا کن استعین اهدین الصرا صرا زیر همه صراط المستقیم صراط الذین ذین ذین نوک زبان برخورد میکنه با دندانای سنایه اولیا و سفلا صراط الذین ان

ولد ولز نمیگیم یا ولد نمیگیم نه دال شوه نه زه شوه ذات از خود مخرج داشت ولد ضالین امین دوستای عزیز این بود برنامه امروز ما انشاالله تا یک برنامه دیگه که فردا به خیر هست همه شما را به الله پاک و بینیاز می سپارم خدا نگه <applause>